این 800 نفر شما عرض منو گوش ندید، این 800 نفر اگه مملکت صاحب داشته باشه اینا رو به شلاق بزنن. اشاعه فحشا جرمش بیشتر خود فحشاست. اگر حتی واقعیت داشته باشه که نداره اینو باید شلاق بخورن، که واقعیت نداره که الان جرمش خیلی بالاتر از این حرفاست. اگر بیرون از سنم رفته کسی کاتب، اصلا به بقیه عوامل چه ربطی داره؟ به این خیانت کثیف و هرگز اهالی سینما از یاد خودشون نخواهم برد و اینو باید جمع کنه. اینا حالا برن آینامه برای خودشون تاسیس کی احترام قائل بر اینا، چه ارزش قائل بر اینا که تو قراردادش این حرفا که اینا بگن بذاره. با اینکه سینما عرض کردم ده ها بار از تمام ارکان این مملکت تمیزتره و اگر یه جا باشه در تراز انقلاب و حتی اینا هم به چود گن، اگه شما یه چیز شنه میگم این اسلام شبیه به اسلام تو این کشور ایران پیدا کنی سینماست. هیچ چیز شبیه به اسلام نیست. شما یک فیلم نمیتونی ببینی که این خلاف اسلام باشه. اگه یک کسی خواست خودش بره یک غلطی بکنه یه جا بد پشیمون شد، تعرض جنسی نمیشه. اون احمقی اون آدمه که رفتی هم آقای فرابش، شما این آیین نامه این خانوما رو مطالعه نکرده. نه آقا، من میگم این چیزا نبد نوشته شه. اصلا این خانوما رو ما به رسمیت ببین آقای فرابش، ما اصلا این خانوما رو به رسمیت نمیشناسیم. تشکیلات تایید کنند که خودش هیئت مونه نظام داره، چه نیازی داره که 800 نفر اجازه مو بدیم بیان بیان خودمون بلدیم؟ اصلا نیازی نیست که اینا بیان دخالت کنن. نه خب با خانه سینما اینا منتشر کردن، اصلا نمیبینم، اصلا قابل قبوله. اگه اونا هم قبول کرده باشن تحت فشاره و ما قبول نداریم، اصلا جمع کنن بدن دنبال کارشون. اینا باعث حیثیت رفتن حیثیت سینما شده. اینا واقعا این 800 نفر رو عرض کردم نشید اگه مملکت صاحب دوشو اینا رو بعد محاکمه کنن. اینا فرمایید به خدا اینا غلط میکنن، من یه کاری میکنن که حیثیت بقیه سینما رو میبرن. نه بله شما دفاع نکنید از اینا، رفتن حقوقدان استخدام کردن. اصلا ببین اصلا من ببینید چی کارن که حقوقدان استخدام کنن، چه ظرفیت حقوقی دارن نا. مگه میتونه سینما بچه خانه سینما آقای فرابش میفرمایید خانه سینما اعضاش به خانه سینما رسیدن؟ من و شما به شخص حقیقی هستیم،